درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار، و چون همیشگی من هستم مریم دولت و در خدمت شما و همکار گرامی من محمود کبیر. یک موضوع عجیبی که امروز خواستیم برای شما پیشنهاد کنیم یک موضوع فلسفی است، ولی در داخل این فلسفه چیزهای زیادی است که به روزگار هر روزه ما تعلق دارد. این چهار عنصر است، عنصرهایی که عالم از آن ساخته شده است، این عنصرهایی که در ترکیب زندگی انسان نیز هر کدامش مقام خودش را دارد. در همه بخش های زندگی ما این چهار عنصر هستند، در روان ما، در روزگار ما، در اجتماعیات ما، در اقتصادیات ما، ما به این چهار عنصر بوده نمیتوانیم. هرچند این تصنیف چهار عنصر یک تصنیف گویا که علمی و شرطی است، ولی امروز ما اطراف آن صحبت خواهیم کرد و شما خواهید دید که در آن ما چیزهای عملی زیادی را هم دریافت میتوانیم. درست است. البته این یک باعث افتخار است که اولین شده در باره چهار عنصر آریایی ها گفتند در کتاب اوستا. در این مسئله خوب درست پیامبری آریایی زرتشت گفته است که عالم از چهار چیز ساخته شده است: آتش، هوا، آب، خاک. و همین طور همین چهار عنصر، کانسپسیای چهار عنصر چنان شد که به دو سمت رفت. یکی به سمت شرق رفت، در هندوستان عنصر خاک را در بین ماندند، بیشتر به عنصر هوا داده شدند. و خیلی که بدیل هم میگوید که جان در هوا هست، و آن چهار عنصری که او کتاب نوشت. و در اونجا بیشتر در مرکز زمین رو گذاشتن و سه عنصر دیگر رو در همون گویم که فلسفه حکمت هندویی خود گذاشتن. اون بالاتر با گویم خطای مملکت چین رفت، در اونجا دو عنصر دیگر وارد کردن، یکی وارد کردن درخت رو و دیگری وارد کردن معدن رو، و چهار عنصر رو پنج عنصر کردن و در بین زمین را گذاشتن. و تمامی نظریه چی گویم که فلسفه چین و چی تی بی او هم در همین اساسی پنج عنصر ساخته شده است. و این به سمتی گویم که غرب رفت، و چون پدر تیب بخروت حکیم این را دید و گفت اگر که این دنیا از چهار عنصر ساخته شده باشد، پس به سرشت انسان چی خیلی ساخته شده است؟ یعنی این چهار عنصر در سرشت انسان با چی تبدیل یافتند، مبدل شدند؟ و دید که در اونجا آتش به زرد، هوا به خون، آب به لیمفه و خاک به زرده سیاه مبدل می شده است. و نظریه گویم که تمپرامنت ساخته شد که تا حاضر ما میگویم که تمپرامنتی سنگوینیکو، خلیریکو، ملانخولیکو، فلگماتیک داریم. و همین چهار گویم که تقسیم کرده ای او انسان ها رو تا حاضر در فیزیولوژی تیپ و مخته می شود، و اون در اساس های گویم که فیزیولوژی هم نیکی بخوبت شده است. و همین طور این چهار عنصر رو سالهای نزدیک فهمیدیم که فیزیک هم اثبات کرد که تمام مادیاتی که در روی زمین است در چهار حالت قرار دارد، یعنی حالت سخت، مایع، بخ و حالت پلازما. برای این چهار عنصر، هرچند که اون دوره ها تصور کنید که این چیزها رو نمیدونید، اثبات نبود، ولی سخنهایی میگفتند که امروز آن سخنهایی گفته پیشینیان ما، نیاگان ما در علم اثبات شده ایستاده است. یعنی که من بعد همین مشاهده ها که تاریخ علم رو دیدم، مشاهده کردم، دیدم که هرچی گفته هایی که بزرگان، آدمان بزرگ عالم معنوی میگفتند، امروز سخنان آنها اثبات شده ایستاده است علمن. پس از این برمی‌باید که انسان در مسئله درک و فهمش عالم هنوز یک قدم هم نزده است در 10,000 به عقل خود. واقعا قبل از سر است که رشد انسانیت خیلی عجیب صورت میگیرد. اگر که رشد در مثال رشد یک انسان بگیریم، مثلا کودک نوزاد خیلی تیز کلام میشد، در یک دوره بسیار کوتاه از یک پوره گوشت
Mak insonca mesose. Der das so lagi der da mit das so masala nin kudak alaka yak shakhsi fikr kunanda ast kudak 10 sala kudak 7 sala alaka fikr durat andisha durat khulosa barori khodash ro durat alaka inson ast faqat ba o tajriba ho lozim ast vale to taqriban to 20 solagi mo rushd inson khele bas bo surat ast baad 20 solagi rushd jismoni boz meistad rushd akhloni ham digar vobasta ba khod inson ast ки дар кадом муҳит зиндагӣ мекунад. Талаботаш кадом буд? Аз рӯи он мизоҷҳое, ки мо гуфтем, масалан, кадом аст? Флегматик аст, сангвиник аст, меланхолик аст, холерик аст. Аз инҳо ҳам вобаста аст, ки минбаъд дар масалаи камолот, мо дар мавзӯи доштем камолот, дар масалаи камолот чӣ гуна қадам мегузорад. Аксари одамҳоро мо дар зиндагӣ вомехӯрем, ки дар ҳамон 20 солагӣ дар мондаанд. Ҳамон қадру қомати 20 солагӣ ва дониши 20 солагӣ. Фақат таҷрибаҳои дигар илова шудаанд. و انسان خیلی یعنی رشد در این دوره خیلی سرعتش پایان میفروید و انسانیت هم همین دوره رو اثر گذرانده است در دوره که نو پیدا شده بود انسانیت وقتی اگر که از روی تعلیمات داروین بگیریم به آدم تبدیل یافت از میمون اگر از روی تعلیمات دینی بگیریم که انسان از بهشت رانده شد و خداوند گفت که برو و دانش ها رو همه چیزی که برای لازم است من در روی زمین کاشتم برو پیدا بکن و در دوره اول خیلی رشد کرد زیرو مثلا اگر که از روی تعلیمات دینی بگیریم وقتی که انسان آدم در روی زمین فرستاده شد همراه همسرش اونو خیلی رشد کردن اونو فرزنددار شدن کاری که باید میشد اونو برای خود خانه ساختن یاد گرفتن اونو غذا پیدا کردن یاد گرفتن و بعد از این اگر حاضر مقایسه کنیم هنوز هم ما همون کار رو کرده شدیم هنوز هم خانه میسازیم فرزند تولد میکنیم درست هنوز هم غذا پیدا میکنیم شکلش دیگر است دیگر کشفیت بزرگی نکردیم ما یگان قدم هم نه بله از این رو یعنی دوره های رشد در همون دوره که خیلی ضرور است طبیعت خودشان رشد رو میدهد وقت میدهد امکانیت میدهد و چون که مثلا کودک 3 ماه رو اگر بعد 5 ماه بینه شما علاقه قیافش میتونید نشناسید قیافه میتونه خیلی دیگر شود ولی آدم 20 ساله تا 30 سالگیش قیافش دیگر نمیشه одами 20 сола то 40 солагиш қиёфа чандон дигар намешавад ки вай нашиносед шумо яъне рушд дар ҳамин шаклҳо ин яке аз неъматҳо яке аз шаклҳо яке аз шартҳо ё қонунҳои табиат аст ки дар ин шакл барои мо дода шудааст ва ин рисолатҳои худашро дорад дуруст аст ва дар ҳақиқат ман вақте ки ҳоло баъзе чизҳои масалан пешрафтиҳои технологиро мебинам که به آسمان رفتن مثلا در روایت ها شاه نمرود نام شاه در بالای عقاب ها شیشته و او وزیرش میگوید که تو برو آسمان و تیر بزن به آسمان میگوید که چند عقاب رو گرسنه مانده در پشت آنها پاره های گوشت بسته آنها که چون به گوشت توجه میکردن و بالا میرفتن بالا میرفتن و میگوید چون یک روز پرواز کنی دنیا رو دریای پرتغیان بینیم ما میبینیم که چون بالا میرد عملیات ما میبینیم که هواپیما ها در اونجا میبینیم ابرها هستند و طغیانی گوییم که زمین نشان داده میشد چون دویم روز پرواز کنی زمین را کبود بینی اینکه ما چون بالاتر میرد همون قبطی اتمسفری اون دیده میشد و همچون سه روز پرواز کنی به چون زمین را ببینی مانند یک چیزی از دور همون چیزی که حاضر کسمانفت های ما به امکنی صورت های زمین را نشان میدهند میدید این کتاب که نوشته شده بود اون چیزی که مثلا حاضر یک نظریه گفتیم که در حقیقت یک ابرگینی از زلندی نو رو گرفته که هیچ جو خواندگی نه برده در اونیورسیتی بزرگترین امریکا تعلیم میدهند بهترین عالم میشود یعنی که نشان دادیان که این 10,000 سالی علمی که انسان داده در اِوالوچه او هنوز یک نقشی نبازیدن و در حقیقت هم بگویم که انسان دیگرگون میشد هم بگویم دیگرگون نمیشد این یک سوالی هست که از دو طرف گویم مانند دیان که یک چوبه رو گیریم و گویم کدام طرفش سرش هست و کدام طرفش پایانش هست و البته چون ابالیس اینا دانش های تمامی عالم را جمع کرد از اون جمله اون شرقی که اون دنیا فقط در همین شرق تمدن داشت و کم دولت های دیگری بودن که مثلا
بزرگ بودند و البته در ابوعلی ابن سینا همه کتاب های چی تیب هندویی چی مثلا خیتایی چی از گویم که یونان و چی تیب های دیگری جهانی دسترس بودند و اونها رو یک گرفته سیستم کرد به یک چیزی نوی برآورد با نام مجاز و اساس اون همه چهار عنصر بود فقط مجاز رو اون ساده و مرکب کرد و یک مجاز دیگری گفت که اون رو مجاز معتدل گفت که همه این چهار عنصر در او برابر هستند یعنی به یک شکلی معتدلیت عدل قرار دارند و بهترین حالت گفت این را واقعا این همین همون بخش چهار عنصر است که ما باید در روزگار هر روزه خودمون بدانیم اصلا در زندگی همه ما خاک و آتش و آب و هوا هست به هوا ما نفس کشیده نمیتوانیم خاک چیزی است که ما از او میسوزیم هر چیزی که ما داریم از خاک میگیریم اگر ما در اونجا چیزی میکنیم اگر ما خانه بنیاد میکنیم ما برای ما سنگ لازم است خود خاک لازم است هر چیز لازم است ما از اونجا میگیریم خود در باره آب پیشتر گفتم که مثلا انسان به آب چندان زیاد زندگی کرده نمیتواند و آتش آتش هم اون چیزی است که ما خام ها رو میپزیم چیزهای ناقص رو پخته میکنیم به کمالات میرسونیم و اگر در روزگار انسان بگیریم من این رو چنین میبینم که مثلا در انگامی که کودک تولد میشد یک دوره معین آب است کودک در بطن مادرش در داخل آب است و تولد میشد طبیعتش با آب نزدیکتر است بله اندک وقتی به کمال میرسد اندک اندک اول به او خاک پیوست میشد که قوی میشد رشد میکند کلان میشد و در دوره نورسی به ضمیر او آتش بیشتر وارد میشد از این رو جوانان باید قهرترند احساساتشون بلندتر است احساس ما واقعا آتش است وقتی محبت میگیم میگیم دلم سوخت از آتش محبت سوختم از هجر جانان سوختم از فراق یار سوختم از درد کسی سوختم در ماتم کسی سوختم این همون آتش است که احساسات زیاد میشن بیدار میشن احساسات و انسان در این دوره دوره آتش است و دیرتر آهسته آهسته وقتی بالا میبرد انسان از هوا این چیزها را اعتدال با آهسته آهسته با اینها را به عدل می آورد بعد 40 سالگی انسان ما موضوع کمالات گفته بودیم که کمالات انسان از بعد 40 سر میشه درست است بعد 40 سالگی آهسته آهسته اینها هر کدام از جای خودشان رو میگیرن از این رو هنگامی که ما با آدمان مناسبت میکنیم ما باید دونیم که همین حالا کدام عنصر در او بیشتر است زیرا این یک روند طبیعی است این نه گناه اون آدم است و حتی نه ویژگی انسان است این یک روند طبیعی است درست است که انسان ها هستند که اگر از روی مزاج ها تقسیم کنیم خلیرک ها مثلا آتششون بیشتر است آنها زود علنگه میگیرند زود به قهر میآیند و زود هم آرام میشوند و در دلشان چیزی بسیار نگاه نمیدارند زیرا اون آتش که هست امکان نمیدارد که اونجا کینه جمع شود خلیرک در سر قهرش میتواند دود فریاد کند چند کس رنجاند و همزمان قهر خودش پس میشد و فراموش میکند که دیگر را رنجانده بود اگر آدم های رنجیده اگر فلگماتیک یا ملانخولیک باشند آنها زود فراموش کرده نمیتوانند زیرا در ضمیر آنها آب خاک بیشتر است در خودشان این را نگاه میدارند آنها بخش سوزندهشان کمتر است بخش نگاه دارندهش بیشتر است از این رو وقتی که ما با آدمان صحبت میکنیم مناسبت بنیاد میکنیم خود در داخل آیله خودمون باشد خود بیرون از آن ما باید این مزاج ها را دانیم این خصوصیت ها را دانیم و خصوصیت سن سالی را که من پیشتر گفتم ما باید دانیم زیرا که هر چقدر سن سال دیگر میشد این یا اون عنصر در داخل اون فعالتر است و وابسته به این رفتار او چنین است و هنگامی که ما این چیزها رو میدونیم یک مشکل سخته که در روانشناسی درد زیاد ایجاد میکند رنجیدن از بین میرود اگر شما دانید که این آدم خلیرک است و این آدم خلیرک هم اگه 20 سال عمر دارد از او شما امید آرامی نکنید او خودش آتش است و آتش است که در دوره آتش است در زمان سوختنش است وقتی وای عاشق میشه واقعا دیوانه‌وار عاشق میشود و پیش روی او رو گرفتن بسیار دشوار است و یگونه کاری که ما با کمک با او کرده میتوانیم این عزیزان ما هستند دوستان ما هستند ما مناسبت رو همیشه با اطرافون خودمون بنیاد میکنیم ما با بیگانه ها کار نداریم و ما وقتی که آدم خودمون رو میشناسیم عزیز خودمون رو فرزند خودمون رو همسایه خودمون رو میدونیم ما از اون نمیرنجیم و وقتی که نمیرنجیم به او امکان مناسبت سالم بنیاد کردن به او کمک کردن در همین دوره دستی او رو گرفتن برای ما آسان‌تر میشود و وقتی که در همین دوره مشکلی تصور کنید که یک جوانی 20 ساله که خلیرک است خود دخترک باشد خود پسرک عاشق است شما حال او رو میتوانید تصور کنید
که آتشه که در درون آتش است. چنین است. و میشود ما میگویم که وقتی که بعضن آدمو مقایسه میکنم میگن بچه فلان چه خیلی نیست، من خودم همین خیلی نبودم. بله شما خیلی نبودید، زیرا شما خلریک نبودید، زیرا شما در محیط شما امکانات مناسبت بنیاد کردن کمتر بود. شما به خودتون اجازت عاشق شدن رو شاید نمیدادید، دیوارهای داشته در این مورد. و این آدم خیلی در زمان دیگر زندگی میکند و امکانات آتشی خودش رو استفاده کردنش بیشتر است. وقتی که ما همدیگر رو میفهمیم این کار ما خیلی آسان میشه. و برای همدیگر فهمی دانستن تاثیر عنصرها به طبیعت انسان، دانستن خاراکتر انسانها که در داخل اون تصنیف بخروت حکیم هنوز هست خیلی مهم است. تصنیف مثلا ابوعلی ابن سینا بزرگ هم ملت ما هم وطن ما تصنیفات صرف طبی است و اونجا مثلا در داخل هر مجاز با چند مجاز دیگر هم میگوید، میگوید خشک و تر، سرد و گرم، غیر از اون که این عنصرها رو نمبر میکند این چیزها رو هم میگوید و با درجه هاش هم دارد، درجه اول، درجه آخر، درجه فلان چنون. زیرا و این برای سینه بزرگ چی کمک کرد که وقتی که این انسانها رو از روی این تصنیفات شناخت استفاده بردن داروار برای آنها باید موفق میبود. زیرا طبابت نمیتواند انسان مگر که اینقدر فرقیت داشته باشند ما از هم دیگر، ما نمیتوانیم با یک حب همه رو طبابت کنیم. درست است. البته یک همون کنسپچه ما زینه ششم زینه طبیعت، طبیعت انسان البته زمین چهار عنصر عبارت است و چنین شده است که این عنصرها برابر نیستند. اگر این عنصرها برابر شوند انسان ها یک خیله میشوند. بله. با فکرم اونقدر زندگی شوق‌آور نمیشه. بله، نو تکرار بودن انسان یکی از نعمت‌های بزرگ است. البته و گوناگونی انسان هم بر ما یک احساسات‌های گوناگون می‌دهد، حلاوت‌های گوناگون می‌دهد. ببینیم که باز از سر نو ما فکر می‌کنیم که یک آدم آموختیم، ولی باز می‌بینیم که با دویم آدم که روبرو میشیم می‌بینیم که هنوز چی رو ناآموخته‌ایم. یعنی انسان یک حالت دائم دیگرگون شونده را دارد. و موفق البته سین سال مجاز های وز میشن، یعنی که همون عنصر های وز میشن. چه خیلی شما قید کردید البته در کودکی آب و در جوانی مثلا آتش و در میان سالی گویم که هوای و آیسته آیسته رفته رفته عاقبت به خاک مبدل میشد. و همین طور بر اساس همین کنسپچه نظریه گویم چهار عنصر اساسی نظریه کلاسیکی گویم که فلسفه تاجیک و از آن جمله طب تاجیک است. بله. چون که در گرد این همه چیز تاب میخورد و این چهار عنصر از لحاظ علمی هم اثبات شدند و وقتی که ما انا چنین سمت علم رو پیش بریم و در این شاگردهای تیار کنیم که خصوصیت های ملی همین علمی که در جهان یک هست ولی باز خصوصیت های فرهنگی ملی خودش دارد، ما می توانستیم که همون دیوار بزرگ، خشت های بزرگی که نیاگان ما گذاشتند آنها رو باز رنگین تر و قوت تر کنیم و آنها دیوار علم جهانی رو باز مستحکم تر کنند. و نگفته نماند که این پیشنهاد ابوعلی ابن سینا گویم که نظریه مجازی او سبب آن شد که در برابر دیگر دستاوردهایش که در گویم که تصویرهای عصر میانگی اروپا بقراط حکیم و ارسطوی عالم را در سمت چپ و راست ابوعلی ابن سینا قرار داده بودند. یعنی که علمی گویم که غرب، علمی یونان، علمی گویم که از خود مصر تا نیم جزیره عرب و از این طرف از هندوستان تا تتای آمده در سرزمین ما یک سیستم، یک نتیجه، یک میوه خود را داد. بله. و البته ما برای چی این چیز بگویم که انسان ها امروز میخواهند که خودشناسی کنند و خودشناسی فقط چیزی گویم که تاریخی، فقط چیزی گویم ادبی و گویم که چیزی دیگری نیست که در سمت های گوناگونی که انسان ها خودشناسی. خودشناسی میتواند خودشناسی مثلا روانی باشد، خودشناسی گویم که فلسفی باشد، خودشناسی گویم که هستیگی باشد و خودشناسی طبی باشد.
یعنی که شناختن طبیعت خود هم یکی از همان سمت هایست که انسان ها بشنند. و چون خود شناخته شدن که در حقیقت مثلا کدام خرکتر خلق و خویی که در ملت ما هست ریشهش انا همین مبادله همین عنصرها هستند که کیمیا شده و یک خصلت را به واسطه گرمان ها اداره میکنند و این خصوصیت ملی ما فرهنگی ما هست که ما چنین روندها را چنین پروسس های خوبی گومانیزم و معنوی و گویم که سمت های دیگری که جهانیان آن را ارزش دادن داریم. بله واقعا چنین است، واقعا چنین است. و چیز دیگر مهمی دیگر اون است که همه این تصنیف ها خصوصیت نسبی دارن. وقتی که ما میگیم یک نفر سنگوینیک است یا خلیریک است و آتشش زیاد است، این معنی ندارد که تنها از آتش برند است. در یک دوره بله، ولی این چیزی نسبی است. آتش در زمین همه چهار انسان های دیگر هم هست، اون با اون که به قسمت دیگر وارد میشن. زیر آتش اون بخشی است که انسان رو میپزاند از درون و همه ما قدم به قدم پخته میشیم، به کمال میرسیم. آتش همون چیزی است که در زمینه اون ما هم روزگارمون رو بود میکنیم، هم خودمون از همه جانب دیگر روشن میشویم. ما میتونیم جان رو گوییم که یک نور آتش خداوند است، زیرا افتاب هم آتش است. و اگر که باز برگردیم به تاریخ خودمون، به تاریخ نیاگانمون که دین زرتشتی رو بعضا از نگاه یک طرفه دین آتش پرستی میگن، اصلا اونجا دین آتش پرستی هم نبود. اون استفاده درست آتش در زمانی بود، زیرا آتش برای مردم اون زمان حامی بود. اگر که در بیابان شما نماز میگذارید، اگر در حضور شما آتش نباشد، حیوان های وحشی به شما هجوم میکنند. از این رو همسفرشان دائم آتش بود، غیر از اون که معبد های بزرگ آتشی داشتند، همزمان همسفر دائمیشان آتش بود. و انسان در ген ما، در تاریخ ما، در تفکر ما آتش همه این چیزها همچون از نسل به نسل گذشته می آید. و امروز هم وقتی ما درباره آتش صحبت میکنیم، وقتی که نوروز می شود، ما یک بوزی، یک مراسم داریم با نام آتش پرک. الو پرک. بله الو پرک، از بالای آتش، از بالای گلخان ها می جهند و میگن زردی رویم رو بگیر، سرخی رویت رو بده. یعنی آتش اینقدر برای انسان نعمت بزرگ و عجیب است که از اون اینقدر استفاده کردن ممکن است. یعنی اون غم رو میسوزد، بیماری رو میسوزد اگر ما از اون درست استفاده کنیم. یا چیز دیگر آب که من پیشتر گفتم که میتواند یک قطره آب یک نفر رو از مرگ برهاند، ولی زیادتر شد اگر همون یک قطره آب در گلوش در مونه و دوتا میموند میتواند وفات کند، نفس گیر شود و زنده نماند. خود هوا هم در ترکیب همه ما هوا هست. انسان در ترکیب خودش، جسم انسان از نگاه طبیعت همه چیز را دارد. و غیر از این ما به هوایی که در اطراف است نفس کشیدن، به نفس کشیدن ما دو سه دقیقه هم زنده کردن میتوانیم. ما میتونیم به آب چند ساعت باشیم، ولی به آب، به هوا ما شاید خیلی خیلی آدمانی هستند که تمرین زیاد کردن و میتوانند تا 3 دقیقه نفس نکشند، ولی از این زیاد آدمان نمیتوانند زنده مانند. و خاک هم اون چیزی که گفتیم، و اگر ما این چیزها را به قدرشون برسیم، اون چیزی گفتید خودشناسی، اگر باز برگردیم به تاریخ نیاگانمون، اونجا یک چیز عجیب است. مثلا احتیاط کردن آب، این فرهنگ ملی توجیکی است که به آب هیچ چیز رو نمیپرتفتند. افلاسی به آب پرتفته نمیشد، خاک رو هم احتیاط میکردن به درجه که در خاک مرده های خود رو گور نمیکردن. جسد ها به بلندی گذاشته میشد، اون رو کرگس ها گوشتشون رو، اون چیزی که میپوسد باک میکردن، و تنها استخوان رو بعد در سغانه ها نگاه میداشتن که استخوان نمیپوسد و خاک رو بیرون نمیکنند. البته بسیار موضوع عجیب است در حقیقت. من وقتی که در این مسئله تیاری میدم، یک روایت دیگری خواندم که چخیل 4 عنصر در فرهنگ دینی ما مردم ما که خداوند دور را برید و آن را با غضب آب کرد و آب یکمین شده روی خدا را دید و آب را با هوا زد و طوفان کرد
و طوفان آرام شد و کفکی بحر پیدا شد و اون روز هوام آتش بیزد و کفک رو بسوخت و از اون دود برآمد و هفت خبت آسمان رو ساخت و از خاک آن زمین را و سیاره هایی که به زمین مانند یعنی سخت بوده را. انا کن تصور کنید که این چهار عنصر در فرهنگ دینی ما هم هست و بینید چه علمی چیزهای علمی دارد، یعنی که در درون آب مولکولای هوا هست، مولکولای اکسیژن هست، هیدروژن هست که میتواند بسازد و بینید آب و هوا زد، طوفان شد و کفک برآمد، یعنی که پرده گیری بالای آب رو، یعنی که آب رو تقسیم و اون رو آتش بود. آتش چیست؟ آتش حالتی ذره های مثلا موج های انفراسورخه که در نتیجه ویران شدن مولکول ها یا که بافته ها پیدا می شد، یک انرژتیکا پیدا می شد و اون به شکل پلازما و با سرعت حرکت می کند. مثلا ما اگر بینیم که چقدر انفراسورخ موج ها و دیگر موج ها دیگر روشن دهنده یک لامپوچکه دوره شوروی، مثلا همون والفرامی که در بین همون دو سیم میزد و دو قوه که به آن میزدن، از اون والفرام تا سال ممکن بود که موج ها موج های انفراسورخ روشن دهنده بیرون پرند. اینقدر بسیار در یک تاری موی بر این باری که والفرام اینقدر بسیار موج ها بوده است، یعنی که مانند که یک بینای کلونی که حالا ما گوییم بینای 22 آشیانه ما، ما رفته گوییم که با کفی دست او رو تازه کنیم و چقدر سالها در کار است که گوییم که خورده شود از یعنی گرد از او گرفته شود، یعنی که موج ها اینقدر در نزد مولکول ها خوردن که یک مولکول ها و اتم ها اینقدر زیاد موج ها دارن که سالهای زیاد به آخر نمیرسند. و همین طور بینید خاک و دوده که مثلا ما میدونیم که آسمان خالی نیست و چهار عنصر این مالی گویم مردمی ماست و آن را کار کرد کردن و امروز البته به عالمان و کسانی که به این سمت مسئول هستند سر و کار میکنند بیشتر توجه به این چهار عنصر میدهند و زمینه بزرگی گویم که علمی آینده ای که باز احیای از نو علمی تاجیک شده ایستاده است در اساس این همین پایدواری چهار عنصر گذاشته شود و این مستحکم میشد چون که این پیوسته با نیاگان ما هست و در مسئله خودشناسی هم نقش مهم میبازد چون که چهار عنصر خود را دانستن این خلق و اطوار خود را اداره کردن و آن را فایده آور کردن است. واقعا چنین است. وقتی که ما این چهار عنصر را میدانیم و اون چهار مزاج را که در داخل آن این چهار عنصر به این یا آن طور تا اندازه جای داده شده است میدانیم، ما در زندگی خیلی کار خودمان را آسان میکنیم. خیلی مهم است این مثلا در بنیاد آیله ها آدمانی که میزادشان از همدیگر سخت فرق میکنند با هم خیلی مشکلی پیدا میکنند در مناسبت. هنگامی که آیله بنیاد میکنید میزاج همدیگر را بیاموزید، بدونید که در ترکیب کی آتش بیشتر است، در ترکیب کی آب بیشتر است. ولی اگر که خدای محبت و دل هر دو شما تیر زد، هرچند گوناگون هستید با هم باشید، ولی همدیگر باز هم بیشتر بیاموزید که این محبت را بوی ندهید. چنین بود برنامه این روزه ما، در اینجا برنامه به انجام میرسد. امیدوار هستم که درباره چهار عنصر و چهار مزاجی که انسان ها دارند ما به شما چیزی گفته توانسته باشیم که بر روزگار هر روزه شما کمک برساند و آبادی شما بیشتر گردد. سعادتمند باشید تا برنامه آینده.